سلام، در جلسه امروز در مورد دو خانواده مهم از مدل های سری های زمانی چند متغیره صحبت میکنیم که در واقع مدل های میانگین متحرک یا moving average و مدل های خودبرگشتی یا اوتورگرسیو هستن و البته ترکیب اونها. تا حدود خوبی چارچوب کلی این مدل ها شبیه معادل های تک متغیره شون هست که قبلا توی این درس دیدیم، با تفاوت هایی که ناشی از در واقع چند بعدی بودن سری زمانی میشه که باعث میشه بسیاری از فرمول ها و محاسبات تبدیل به محاسبات برداری و ماتریسی بشه. کاری که تو این جلسه انجام میدیم در مورد این دو مدل و ترکیبشون این هست که ابتدا خود مدل رو تعریف میکنیم، روابط تعریف کننده مدل رو خواهیم گفت در مورد هر مدل و سپس مسئله در واقع برازش مدل یا فیتینگ رو راجبش صحبت خواهیم کرد که به این معنی هست که بر اساس داده های واقعی ما چطور مدل رو ضرایبش رو مشخص میکنیم و بعد اشاره کوتاهی هم راجع به مسئله پیشبینی یا فورکاستینگ با استفاده از این مدل ها خواهیم داشت. از نظر ترتیب کتاب درس ابتدا مدل های اوتورگرسیو رو مطرح کرده و بعد مدل های مووینگ اوریج رو، اما من طبق همون رویه‌ای که در مورد مدل های تک متغیره داشتیم ابتدا مدل مووینگ اوریج رو خواهم گفت و بعد مدل های اوتورگرسیو و بعد ترکیب اونها که در واقع مدل های آرما چند متغیره هستن. در حالت چند متغیره این مدل ها چون به اصطلاح مدل های برداری هستن، یعنی اون سری زمانی ما به نوعی سری زمانی برداری هست، بهشون مدل های میانگین متحرک برداری و خود برگشتی برداری گفته میشه و در واقع مدل های وکتور مووینگ اوریج VMA و وکتور اتوریگرسیو یا VAR و در واقع نامگذاری میشن. خب بریم با مدل های میانگین متحرک شروع بکنیم. یه یادآوری بکنیم از نوتیشن و مفاهیم اصلی که در جلسه قبل دیدیم. ببینید ما با سری های زمانی مواجه هستیم که چند متغیره هستن، تعداد متغیرها رو که در واقع سایز اون برداره R بود در زمان T با K نشون میدادیم و گفتیم که دیتامون در هر لحظه زمانی T یه بردار یا ماتریس ستونی کاتایی هست که با R1T تا RKT نشونش میدیم و بنابراین RT وقتی یه اندیس T فقط داشته باشه یک بردار کاتایی هست که این T از 1 تا T بزرگ تغییر میکنه. بنابراین دیتای ما به نوعی یک ماتریس کا در تی هست که تشکیل شده از کا تا سری زمانی مختلف و پدیده مهمی که ما باید نشون بدیم مدل هایی که معرفی میکنیم میتونه اون پدیده رو باز تولید کنه، پدیده کراس کوریلیشن یا
همبستگی متقابل بین مؤلفه های این سری های زمانی هست. به این معنی که مثلا سری زمانی اول با سری زمانی دوم کوریلیشن داره در لگ های مختلف. ممکنه در واقع R1T با مثلا R2T منهای 1 کوریلیشن داشته باشه، ممکنه با R3T منهای 2 کوریلیشن داشته باشه و الاخر و همچنین همه مؤلفه‌های دیگه. پس ما یه سری کوریلیشن هایی بین لگ های مختلف این مؤلفه های مختلف در واقع سری زمانیمون مشاهده میکردیم که به چه صورت اون رو دقیقا اندازه گیری میکردیم و محاسبه میکردیم به صورت ماتریس کراس کوواریانس و یک ماتریس کراس کوریلیشن. در واقع ابتدای ماتریس کراس کوواریانس میساختیم که با گاما اون رو نشون میدادیم که برای هر لگ L یه ماتریس کادرکایی بود که درایه آی و جیش که با همچین چیزی نشون میدادیم گاما آی جی ال نشون دهنده کوواریانس بین در واقع سری زمانی آی و مؤلفه آی و سری زمانیمون و مؤلفه جیوم با ال تا لگ در واقع جی و تی منهای ال. و بعد از روی این کوواریانس با تقسیم کردن به انحراف معیارها به ماتریس کراس کوریلیشن میرسیدیم. در واقع برای هر لگ L ماتریس کراس کوریلیشن هم یه ماتریس کادرکا بود که به این صورت تعریف میشد که گاما آی جی L تقسیم بر انحراف معیارش که در واقع گاما آی در واقع آی صفر و گاما جی جی صفر بود. و از روی این ماتریس ما مشاهده میکردیم که در مورد داده‌های واقعی خیلی اوقات همبستگی های متقابل معناداری ما بین لگه های مختلف مؤلفه های مختلف مشاهده میکنیم و در واقع حرف مهم ما در این جلسه این هست که مدل هایی که معرفی میکنیم، این مدل مووینگ اوریج و اتورگرسیو برداری، میتونن این همبستگی های متقابل رو بازتولید بکنن و توضیح بدن. خب هر کدوم از این دو مدل کاملا شبیه حالت تک متغیره هست. از این جهت هر کدوم از این دو مدل به یک نحو این همبستگی متقابل رو ایجاد میکنن. همونطور گفتیم از مدل وکتور مووینگ اوریج شروع میکنیم. ایده کلی روش مووینگ اوریج این بود که ما یک در واقع دنباله وایت نویزی داریم، یه دنباله وایت نویزی داریم که نشون دهنده شوک‌هاییه که به اون مثلا قیمت ریترن یا هر چیزی که از اون تایم سریزمون داره وارد میشه. خب و این دنباله در واقع دنباله وایت نویز فرض میشد که تعریف وایت نویز هم یه دنباله ایندیپندنت و ایدنتیکالی دیستریبیوتد بود، به اختصار به آی آی دی نشون میداد. یعنی مؤلفه های مختلف از هم مستقلن، هیچ گونه کوریلیشن و وابستگی آماری با هم ندارن. همچنین دنباله یه تایم سریز بدون کوریلیشنه. و ایده مووینگ اوریج این بود که با میانگین گیری متحرک، یا شاید بهتر از میانگین این باشه که بگیم یک جور مجموع وزندار متحرک، از این وایت نویز ما به یک تایم سریزی برسیم که دیگه همبستگی متقابل داره.
و ایده این بود که ما در واقع یه پنجره متحرکی داشته باشیم و از روی اون با استفاده از یه وزنهایی بیایم اون تایم سریز جدیدمون رو بسازیم. که این تایم سریز به چه صورت ساخته میشه؟ مثلا در مثلا فرض کنیم پارامتر لگ این مدل به عنوان مثال 3 باشه، در حالت کلی اونو با کیو نشون میدادیم. مثلا فرض کنیم این 3 باشه طول اون پنجره متحرک، این در واقع پنجره ستایی رو در نظر میگیریم، از روی این پنجره ما R3 رو میسازیم با یه وزنهایی مثلا W1 W2 W3، البته وزنها رو با در واقع تتا نشون میدادیم. در مرحله بعد این پنجره یک واحد میره جلو و با همون وزنها از روی این ستا نویز جدید R4 رو میسازیم و بعد باز یکی دیگه میره جلو و از روی اونها R5 رو میسازیم و همینطور الاخر. این فرایند در واقع یه جور فرایند میانگین متحرک گرفتن هست و اتفاقی که میافته این بود که به دلیل همپوشانی که پنجره های مربوط به گام های مختلف با هم دارن، بین این تایم سریز جدیدی که ساخته میشه در گام های مختلف کوریلیشن ایجاد میشه. تا زمانی که این پنجره ها با هم همپوشانی دارن اون کوریلیشن وجود داره. وقتی که فاصله از حدی بیشتر بشه، از کیو بیشتر بشه و این پنجره ها کاملا جدا بشن از هم دیگه کوریلیشن وجود نداره. این ایده کلیه مووینگ اوریج بود در حالت تک متغیره که در واقع به همین صورت در حالت چند متغیره و برداری هم برقراره، فقط با این تفاوت که اینجا دیگه هم دو آرهای ما و هم وایت نویز ما دیگه باید برداری باشن. پس از دنباله آی ها شروع میکنیم که اینا مؤلفه های در واقع بردارای کابودی هستن. پس فرضمون این هست که دنباله آی یا با آتی نشون بدیم بهتره، تی از یک تا تی، یک در واقع دنباله آی آی دی از بردارهای کابودی است. خب و وقتی میگیم بردار کابودی یعنی هر آتی به تنهایی در واقع یک بردار، یه ماتریس ستونی کاتایی یا یه بردار کاتایی هست. A1T کاتا A کاتی و آتی های مختلف از هم مستقل هستن و از یه توضیح میان، منطقه اون توضیح دیگه توضیح کابودیه، توضیح برداری هست. حالا مثاله ساده تری از اینو جلوتر خواهیم دید. پس از دنباله وایت نویز آتی شروع میکنیم که اینو حالا گفتیم هم بهش وایت نویز میگن هم بهش در واقع شوک‌های اون تایم سریز میگن، به این معنا که در واقع این شوکی هست که داره به اون قیمت یا هر متغیری که مورد نظرمون هست وارد میشه. این اصطلاح هم در واقع مرسوم هست و یا در واقع اصطلاحات دیگری که به کار برده میشه، مثلا اینوویشن یا مثلا به اصطلاح نوآوری، اصطلاح دیگه هست که به کار میره اینجا. پس شوک یا اینوویشن به دلیل اینکه هر گام زمانی که جلو میره اطلاعات جدیدی یا تغییرات جدیدی و مستقل از قبلی در واقع داره از طریق اون آتی وارد دنباله ما میشه. حالا این پس معرفی وایت نویزمون و رابطه بین وایت نویز ما و تایم سریز اصلیمون چیه؟ مثل قبل در واقع RT از یک ثابت مثلا با فی نشونش بدیم، فی صفری، حتی فکر کنم تو مدل
مووینگ اوریج با تتا نشونش میده، تتا صفری و علاوه یه وزن تتا یکی ضرب در آه. در واقع خود آتی بدون هیچ وزنی مستقیم وارد میشد توی آرتی، ولی بعدی ها با وزن های تتا یک تا تتا کیو وارد میشدن. و نکته مهمی که اینجا باید دقت کنیم ابعاد این تتا هاه. اینجا دیگه تتا عدد نیستن، تتا خودشون باید ماتریس باشن تا از نظر ابعادی دو طرف معادله مشکل پیدا نکنه. دقت کنید RT بردار کابودیه، AT هم بردار کابودیه، پس تتا صفر هم باید بردار کابودی باشه. پس تتا صفر مثلا میتونیم به شکل ماتریس ستونی تتا صفر یک تا تتا صفر کانشونش بدیم. تتا یک باید چه موجودی باشه؟ تتا یک باید موجودی باشه که بتونه ضرب بشه از این طرف در یک ماتریس کا در یک و بعد به ما چی بده؟ یه ماتریس کا در یک جدید بده. پس تتا یک باید چی باشه؟ باید ماتریس کا در کا باشه. پس این تتا یک خودش باید ماتریس کا در کا باشه که در نتیجه دو تا هندیس آیوجه دیگه هم باید داشته باشه. به همین دلیل حالا من نمادگذاری که فهم می‌کنم بهتر استفاده کنیم اینه که این هندیس ها رو بریم توی پرانتز تتا صفر تتا یک تا تتا کیو که بتونیم اندیس ها رو نگه داریم برای اندیس های ماتریسی. بنابراین مثلا تتا یک، این تتا صفر بود، تتا یک خودش ماتریس کادرکاییه که بنابراین کادو تا مجهول یا پارامتر اینجا ما داریم. تتا یک 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 تتا یک کاه یک، از این طرف تتا کا یک یک تتا کا کا یک. حالا یکم راجع به مفهوم اینا صحبت میکنیم الان که یعنی چی. و همینطور تا تتا کیو، تتا کیو هم یه ماتریس کا در کا باید باشه مشابه تتا یک. و حالا مفهوم این همه پارامتر که اینجا داریم چیه؟ کادو تا پارامتر تو هر کدوم از اینا داریم، بنابراین کیو ضرب در کادو پارامتر از اینجا میاد، کا تا هم پارامتر اینجا داریم، کا به علاوه کیو کا دو تا پارامتر که وقتی کا بزرگ باشه عدد خیلی بزرگی میشه دیگه، ما همینطور کیو. اینا میشن پارامترهای در واقع مدل مووینگ اوریج ما. حالا ببینیم مفهوم اینا چیه و حالا که نسبت به حالت تک متغیره از عدد تبدیل به ماتریس شدن چه تفاوتی ایجاد میکنه. ببینید تتا صفر همچنان مثل سابق به نحوی نشون دهنده مقدار پیشفرض تایم سریزمونه، یعنی در نبود هر گونه شوکی اگه همه آها صفر باشن این مقدار ریترن گام بعد چی خواهد بود. یه نکته رو اضافه کنم که ما چون اجازه دادیم یه ثابت تا صفر اینجا باشه، هر نوع در واقع امید ریاضی ناصفری که توی این جمله های مووینگ اوریج باشه، تو جمله های واید نویز باشه، میتونیم بیاریم جذب کنیم توی این تتا صفر. به همین دلیل در واقع فرض میکنیم واید نویز ما مثل سابق در واقع امیدش صفره. پس این فرض رو هم اضافه بکنیم، این فرض رو اینجا من مینویسم که امید آتی، امید بردار، یعنی امید تک تک مؤلفه‌اش صفره، این صفر هم صفر برداری. و اما حالا در مورد واریانسش صحبت خواهیم کرد. واریانس آتی چی؟ چند لحظه دیگه راجبش صحبت میکنیم. و اما یکم راجب تتا صحبت بکنیم. پس تتا صفر به نوعی نشون دهنده بیسلاین یا مقدار پیشفرض ریترنه، یعنی در نبود هر گونه شوک اگه همه شوکای قبلی صفر باشن و شوک این گام هم صفر باشه، مقدار ریترن چی خواهد بود؟ یه جور مثلا میانگین بلند مدت آر میتونه تصور بشه. اما تتا یک تا تتا کیو چی؟ اگه به شکل در واقع بهترین راه برای فهمیدن اینها این است که حالت ساده ای رو در نظر بگیریم که فکر کنم این مثال رو کتابم بررسی کرده. یه تفاوتی حالا نوتیشن کتاب داره، ما بیشتر سعی کنیم نوتیشن کتاب رو دنبال کنیم به دلیلی که جلوتر توضیح میده.
مثل حالت تک متغیر ضرایب تتا ها رو منفی گرفته، هیچ تفاوتی توی کارکرد مدل ایجاد نمیکنه، چون شما ضرایب رو منفی بگیرید وقتی تو مرحله برازش و فیتینگ تتا ها رو به دست میارید، تتا ها منفیه، اون چیزی که مثلا توی فرمول ما به دست می اومدن به دست میان. ولی ما سعی کنیم طبق کتاب پیش بریم، بنابراین ضرایب تتا 1 تا تتا کیو رو منفی فرض میکنیم. این فقط یک نوع قرارداد و در واقع نمادگذاری هست، تفاوتی توی کارکرد مدل اصلا ایجاد نمیکنه. کتاب حالت فکر میکنم مثلا مووینگ اوریج یکی رو اینجا فرمولش رو نوشته باشه. بله، مدلی که اینجا داریم یه مدل مووینگ اوریج برداری تکی هست به این شکل که همونطور که میبینید RT وابسته هست به یک تتا صفری که اون شوک مرحله صفره، ببخشید در واقع شوک نیست، این بیسلاینه، این مقدار پیشفرض آرتیه، و آتی که شوک مرحله تیه و یه ضریبی از شوک مرحله تیمنهاییه که این همون چیزی که کوریلیشن ایجاد میکنه با استپ قبل. و اولا اینجا به جای تتا صفر گذاشته میو، چرا؟ چون وقتی شما از دو طرف این رابطه امید بگیرین، تنها جمله‌ای که از سمت راست معادله از آرتی باقی میمونه همون امید تتا صفره، که تتا صفر هم چون تصادفی نیست و یه عدد ثابته امیدش خودشه، جملات بعدی همه صفر میشن، بنابراین تتا صفر در واقع همون امید آرتیه که طبق نمادگذاری که در جلسه قبل معرفی کردیم با میو نشونش میدیم. یادمون باشه که میو خودش میانگین تایم سریزمون یه بردار کاتاییه، بنابراین در واقع میو رو این شکلی بنویسیم، یه بردار ستونی، ماچس ستونی میو یک تا میو کا هست. پس ما میتونیم توی مدل مووینگ اوریجمون تتا صفر رو بذاریم میو، که همین کارم کرده اینجا. نکته بعدی اینه که بیایم اینو به شکل ماتریسی بنویسیم. گفتیم خب تتا صفر یک ماتریس دو در یک، آ یه ماتریس دو در یک اینجا چون کار رو دو گرفتیم. اینجا مثلا فرض کنید تایم سریزی که داریم تحلیل میکنیم مثلا تایم سریز یک سهام در کنار شاخص کل بورسه، بنابراین دو تا تایم سریز داریم، کامون دوه و مدل مووینگ اوریجمون هم لگش یکه، پس یه دونه هم تتا بیشتر نداریم. اینجا تتا ها رو چون ماتریسی هستن کتاب با تتا بزرگ نشون میده، تتا کپیتال. پس این قسمت تتا که ماتریس دو در دو میشه ضرب در واقع وایت نویز مرحله تیمنهاییه که اونم یه ماتریس دو در یکه، همچین عبارتی میشه. این میشه کل فرمول مدل مووینگ اوریج برداریه با کیو مساوی دو در حالت کا مساوی دو. گفتیم چند تا پارامتر داره، یک دو، این میو یک و میو دو هن، سه چهار پنج شیش، شیش تا پارامتر اینجا ما داریم که باید برآورد کنیم. خب اینجا تو این نحوه نوشتن میشه فهمید که این مثلا چهار تا پارامتر موجود تو تتا چی هن. مثلا ببینیم تتا یک دو یعنی چی. تتا یک دو به فرمول نگاه بکنید، اگر بیاید این ضرب ماتریسی رو شما انجام بدین، این تتا یک دو داره ضرب در آ دو و تیمنهای یک میشه و میاد داخل آر یک تی قرار میگیره. یعنی آر یک تی چند جزء داره، یکیش اون میانگین بلند مدتشه، مقدار پیشفرضش، یکی اون نویز مختص خودشی که با آ یک تی نشون میدیم، یکی تتا یک یک ضرب در آ یک تی منهای یکه، این قسمت خود برگشتیه که به در واقع شوک اول داره برمیگرده، یه جزء تتا یک دو داره که این قسمت خود برگشت، عذر میخوام خود برگشتی نه، قسمت میانگین متحرکیه، که قسمت میانگین متحرکیه که به مؤلفه دوم شوک برمیگرده. بنابراین مثلا تتا یک دو نشون دهنده تأثیر مؤلفه دوم شوک روی مؤلفه اول تایم سریزه، تتا یک یک نشون دهنده تأثیر مؤلفه اول شوک روی مؤلفه اول تایم سریزه منتها با لگ یک،
و همینطور تتا 2-1 و تتا 2-2 رو میشه تفسیر کرد. مثلا اگر تتا 1-2-0 باشه ببینیم چه اتفاق میفته. وقتی تتا 1-2-0 باشه یعنی مؤلفه اول شوک در لگ 1 یعنی یه گام قبل تأثیری روی مؤلفه از بخواهم تتا 1-2 وقتی صفر باشه مؤلفه دوم شوک در روز قبل تأثیری روی مؤلفه اول تایم سریز در امروز نداره. بنابراین میشه گفت که مؤلفه دوم در لگ 1 تأثیری روی مؤلفه اول در زمان حال نخواهد داشت. مشابها در مورد تتا 2-1 هم میشه همچین تفسیری ارائه داد. و با اون در واقع اصطلاحاتی که جلسه قبل راجع به نوع همبستگی متقابل دو تا تایم سریز گفتی، میشه گفت که حالتی که تتا 1-2 و تتا 2-1-0 باشن، این مؤلفه های غیر قطری این ماتریس تتا، اینجا حالتی هست که این دو تا تایم سریز آنکاپلد هستن، به معنی این که کلن هیچ گونه کراس کوریلیشنی در لگ های مختلف با هم دیگه ندارن. تنها یک نوع کراس کوریلیشن میتونن داشته باشن و اون کراس کوریلیشن همزمانه که اون برمیگرده به واریانس آ که راجبش صحبت میکنیم. حالت های دیگه، مثلا حالتی که تتا 1-2-0 باشه ولی تتا 2-1-0 نباشه، تو این حالت یک رابطه یه طرفه وجود داره از R1D به R2T، یعنی R1D رو R2T تأثیر میذاره رو آینده R2T ولی R2T رو آینده R1T تأثیر نمیذاره، و همینطور برای تتا 2-1 به صورت برعکس. و در حالتی که هیچ کدوم صفر نباشن، خب یه رابطه در واقع دو طرفه بین دو مؤلفه تایم سریز برقرار هست. و اما یکم راجع به واریانس صحبت بکنیم. من همین چند لحظه پیش اشاره کردم که همبستگی همزمان بین R1 و R2 حتی در صورتی که ماتریس های تتا قطری باشن هم میتونه وجود داشته باشه. این همبستگی ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که وایت نویز یک برداریه که مؤلفه هاش میتونن خودشون همبستگی داشته باشن. نکته، مؤلفه های آتی می توانند کوریلیشن داشته باشن، همبستگی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا A1T و A2T کوواریانسشون میتونه ناصفر باشه. به طور کلی ماتریس کوواریانس این آتی رو، ماتریس کوواریانسش رو این شکلی با ماتریس سیگما نشون میدیم، چون یه دنبال IIDه، یعنی تی های مختلف هم توضیح هستن، بنابراین ماتریس سیگما به تی رفت نداره، یه ماتریس ثابته، یه ماتریس کا در کاه که مؤلفه هاش الله هستن سیگما 1-1 تا سیگما کا و سیگما 1-کا سیگما کا 1، و اینکه همه دارایی هاش میتونن به طور بالقوه ناصفر باشن و این نشون دهنده کوواریانس های بین مؤلفه های مختلف آتیه. حالا این چه نتیجه ای داره؟ دقت کنید آرتی یکی از اجزاش آتیه. وقتی بین مؤلفه های آتی همبستگی وجود داشته باشه، خود به خود بین مؤلفه های آرتی هم همبستگی ایجاد میشه و این میشه همبستگی همزمان، یا کتابش رو میذاره همبستگی کانکارنت بین مؤلفه های آتی. بنابراین اگر سیگما آی جی مثلا نامساوی صفر باشه، بین آر آی تی و آر جی تی همبستگی همزمان، یعنی در لگ صفر در واقع به وجود میاد. خب که در مورد این دو تا نکته اینجا بگم در مورد همبستگی همزمان. اولا ممکنه ترجیح ما این باشه که وایت نویزمون خود همبستگی نداشته باشه،
خب وایت نویز ذاتاً طبق تعریف تو لگ‌های مختلف هم بستگی نداره، یعنی کوواریانس مثلا A1T و A2T منهای 1 حتما صفره. خب چون T و T منهای 1 کلا مستقل از هم، ولی در یک لگ ممکنه با هم همبستگی داشته باشن، هیچ تناقضی با تعریف واید نویز نداره. اما شاید این در واقع مطلوب نباشه از جهت اینکه قرار بود واید نویز ساده ترین نویز ممکن باشه. ساده ترین نویز ممکن و نویزیه که غیر از اینکه در لگ های مختلف از هم مستقله، حتی مؤلفه‌هاش هم از هم مستقل باشن. خب حالا مدل هایی هستن در واقع که این فرض رو قرار میدن، و نکته جالب این هست که به راحتی میشه هر مدل مثلا مووینگ اوریجی رو با عملیات ماتریسی تبدیل به مدل مووینگ اوریجی کرد که نویزش هیچ خود همبستگی نداره، حتی خود همبستگی همزمان، که حالا خیلی ما وارد اون نمیشیم، کتاب مفصل راجع به اون صحبت کرده، من فقط در قالب یک نکته میگم در واقع با تغییر متغیر، با تغییر متغیرها میتوان به مدل یک مدل وکتور مووینگ اوریج معادل ساخت که در واقع نویز آن خود همبستگی نداشته باشه. که اینها رو در واقع بهشون میگن مدل‌های استراکچرال در اکونومتریکس، در اقتصاد سنجی، یا فرم استراکچرال، در واقع استراکچرال فرم. خب این نکته اول. نکته دوم این که از منظر تحلیل سریای زمانی خصوصا پیشبینی، همبستگی همزمان خیلی موضوعیتی نداره. چرا؟ زیرا وجود یا عدم وجود همبستگی همزمان کمکی به پیشبینی نمیکنه. ببینید همبستگی غیر همزمان خیلی در پیشبینی مهمه. اگه شما بتونید بین مثلا شاخص بورس امروز و قیمت فلان سهام در فردا یک همبستگی کشف کنید، از این همبستگی میتونید برای پیشبینی قیمت اون سهام در فردا استفاده کنید. اما اگر صرفاً بین شاخص بورس فردا و قیمت سهام در فردا یک همبستگی پیدا کنید، این همبستگی کمکی به شما در مورد پیشبینی نمیکنه، چون نه شاخص بورس فردا رو دارید نه قیمت اون سهام در فردا رو دارید. به این دلیل هست که خیلی از منظر پیشبینی و فورکاستینگ مدل‌های استراکچرال خیلی مفید نیستن. خب پس این رو هم در قالب یک نکته بگیم که همبستگی همزمان در واقع کمکی به پیشبینی نمی کند و در این حال مشکلی هم برای پیشبینی ما ایجاد نمی کنه. پس ما می تونیم همچنان با فرض کوواریانس داشتن در واقع وایت نویزمون پیش بریم بدون اینکه به مشکل خاصی بر بخوریم. اما نکته جدیدی که متوجه شدیم اینه که در کنار اون پارامترهای نامعلوم که تتا آی ها بودن، کادو تا پارامتر دیگه هم ما داریم که نامعلومن و اینم در واقع پارامترهای ماتریس کوواریانس آتی هن. البته در واقع کادوتا نیستن، چون کافی نصفشون رو داشته باشیم، به دلیل تقارن نصف پایین دقیقا با اونا برابر. اینا هم میشن به نوعی مدل، پارامترهای مدل. تو حالت تک متغیره ما فقط یه ماتریس، یه پارامتر کوواریانس داشتیم که در واقع واریانس بود که با سیگما کوچیک نشونش میدادیم، ولی تو حالت وکتوری، تو حالت برداری در واقع یه ماتریس کا در کا داریم. خب اینم توضیح راجع به واریانس در واریانس در واقع نویز در مدل وکتور مووینگ اوریج. خب این از معرفی مدل. حالا برگردیم به اون نقشه راهمون. در گام بعد ما باید راجع به، اگه هنوز باشه، راجع به در واقع برازش صحبت کنیم و پیش بینی. در مورد پیشبینی چون ساده تره، اول چند جمله بگم.
نکته ای که هست پیش بینی در مدل های مووینگ اوریج. اولا مدل های مووینگ اوریج خواهیم دید که به تنهایی کفایت نمیکنن برای تحلیل سری های زمانی و حتما باید با یک جزء اتورگرسیو ترکیبشون کنیم. یکی از دلایل نقطه ضعفشون همین ثابت بودن در واقع امیدشون هست، یعنی ثابت بودن پیش بینیشون، یعنی پیش بینی گام بعدی شما در واقع به شرط اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به این شوک ها نداشته باشین همون مقدار تتا صفر خواهد بود، چرا که امید اینها در واقع صفره. اما در واقع مسئله که هست اینه که ما معمولا به چه صورت میخوایم پیش بینی بکنیم در مورد پیش بینی یا فورکاستینگ. ما میخوایم به شرط اطلاعاتی که تا الان داریم که یعنی R1 و تا RT منهای 1 هست، میخوایم RT رو پیش بینی بکنیم به شرط اونها، یعنی بهترین برآوردمون از مقدار RT به شرط اطلاعات تا الان رو به دست بیاریم، که این به شکل یک conditional expectation یا امید شرطی قابل نوشتن هست. و خب این رو میشه به این شکل بهش نگاه کرد که وقتی ما R1 تا RT منهای 1 رو داشته باشیم باید بتونیم از روی اینها با استفاده از مدل های با استفاده از روابط بازگشتی که داریم، یعنی هر RT بر حسب اون تتا صفر و RT و تتاهای قبلی داره به دست میاد. اگه ما R1 تا RT منهای 1 رو داشته باشیم میتونیم با جایگذاری توی اینها چی رو به دست بیاریم؟ A1 تا RT منهای 1 رو به دست بیاریم. وقتی A1 تا RT منهای 1 رو به دست بیاریم اون وقت محاسبه expected RT به شرط اون چیز ساده ایه، چون طبق همین رابطه دوباره وقتی شما امید RT رو بخواین حساب بکنید به شرط A1 تا RT منهای 1 دیگه تتا صفر که یه مقدار ثابته اینو داریم، این جملات هم همه رو داریم، ببخشید این باید آتی منهای یک بشه و فقط جمله آتی رو نداریم، اما جمله آتی که ما نداریم اصلا مستقل از اطلاعات ماست و امیدش هم صفره. پس وقتی امید شرطی میگیریم صفر میشه و چیزی که باقی میمونه تتا یک آتی منهای یک تا تتا کیو آتی منهای کیو هست. برای این میشه گام پیشبینی در مدلای moving average. شما بر اساس اطلاعات تا این لحظه شوک های تا این لحظه رو به دست میارید از این روابط بازگشتی و بعد جایگذاری میکنید توی مرحله بعدی، گام بعدی، گام تیوم. تو فرمول اون جایگذاری میکنید، تنها جزئی که ندارید آتیه که اونم امیدش صفره، پس این میشه مقدار پیشبینی شما از مقدار لحظه بعد. علاوه بر این سایر ویژگی های چند تا ویژگی ابتدایی و مهمی که اینجا کتاب اشاره کرده در مورد مدل مووینگ اوریج که اینو بگیم و بعد بریم سراغ مسئله برازش یا فیتینگ. یکی کوواریانس تایم سریز ما با نویز ها هست. ببینید توی مدل مووینگ اوریج تو این فرمول RT فقط یه جا ظاهر شده و از سایر متغیرهای تصادفی که اینجا ظاهر میشن مستقله. پس اگه مثلا RT رو ما کوواریانسش رو با RT بخوایم حساب کنیم، کوواریانس RT با تمام جملات دیگه صفره، فقط میمونه کوواریانسش با خود RT، یعنی میشه واریانس RT، در واقع نگیم واریانس چون بور داره، میشه در واقع کوواریانس RT و RT که میشه ماتریس سیگما. خب این نکته اول. نکته دوم، تو مدل مووینگ اوریج میشه امید رو که اشاره کردیم، امید میشه همون تتا صفر. واریانس چی میشه؟ واریانس مدل واریانس تایم سریز با گامانش، گامای صفر نشونش میدادیم دیگه، یعنی در واقع کوواریانس RT و RT بود، یه ماتریس کادرکا بود با گامای صفر نشونش میدادیم. با توجه به فرمولی که برای RT داریم و با توجه به روابط
کوواریانس، خطی بودن کوواریانس نسبت به هر مؤلفه. ما الان کوواریانس دو تا ترکیب خطی رو باید حساب بکنیم، یکیش از تتا صفر به علاوه آتی منهای تتا یک آتی منهای یک منهای سه نقطه، اون یکی هم همینه، تتا صفر به علاوه آتی منهای تتا یک آتی منهای یک منهای سه نقطه. کوواریانس دو تا در واقع آرگومان داره و نسبت به اینا مثل ضرب خاصیت پخشی داره، خاصیت توضیح پذیری داره. یعنی وقتی کوواریانس این مجموع و این مجموع میخواییم حساب کنیم، میتونیم تک تک اینها رو با اینا کوواریانس بگیریم و حاصل اونا رو جمع بزنیم. حالا تو این خاصیت پخشی اتفاقی که میفته اینه که تتا صفره چون ثابته، کوواریانسش با همه چی صفره، پس اصلا حذف میشه. این جملات هم آتی آتی منهای یک چون از هم مستقلن، وقتی رو هم پخش میشن و کوواریانس گرفته میشه باز صفر میشن. فقط چی باقی میمونه تو این عبارت؟ فقط وقتی که شما یکی از این جملات رو با خودش کوواریانس بگیرید هست که باقی میمونه. و این جملات دقیقا همین عبارتی که اینجا تو این فرمول حاضر میشن رو به ما میدن. مثلا کوواریانس آتی با خودش میشه سیگما، میشه این جمله اول. کوواریانس تتا یک آتی منهای یک با تتا یک آتی منهای یک، چون تتا یک ماتریسه، وقتی کوواریانس گرفته میشه یه بار از سمت چپ یه بار ترانهادش از سمت راست ضرب میشه و این جمله رو به ما میده، تتا یک سیگما تتا یک پریم و همینطور الاخر تا گام کیوم. و این میشه فرمولی که در واقع کوواریانس مدل مووینگ اوریج رو به صورت ماتریسی به ما میده. توی پرانتز اگر احساس کردین که نیازی به مرور محاسبات ماتریسی و خصوصا اون جنبه هایش که به آمار احتمال مربوط میشه نیاز دارید، آخر این بخش اپندیکس های خوبی داره که یکیش یعنی این اپندیکس آ راجب مروری بر بردارها و ماتریس هاست که حتما نگاه کنید. اپندیکس بی هم مروری بر توضیح نرمال چند متغیر است که حالا ما کمتر وارد اونجا زیاد میشیم، ولی به هر حال نیاز بود میتونید اونجا هم مراجعه کنید. خب پرانتز بسته، ادامه بدیم. حالا یه ویژگی خیلی مهم که توی فیتینگ مدل مووینگ اوریج ما کمک میکنه مثل حالت تک متغیره اینه که حافظه مدل مووینگ اوریج متناهیه. این هم بمانه یه نکته بگیم، حافظه مدل وکتور مووینگ اوریج متناهی است. خب یعنی چی؟ یعنی این که حد اکثر در واقع حافظش کیوه، کیو گامه. بعد از کیو گام مدل کلن شوکای قبلی رو فراموش میکنه، یعنی همون پنجره های متحرکی که بالا گفتیم. وقتی شما از یه حدی دورتر بشی از گام اول، از کیو گام که بگذره، دیگه پنجره های متحرک کلن هیچ همپوشانی با هم ندارن و کوریلیشن صفر میشه. یعنی چی؟ یعنی این که کوواریانس RT و RT منهای L اگر L بزرگتر از Q باشه این کوواریانس صفره. چرا؟ چون این جمله به شوکهای AT تا AT منهای Q بستگی داره، این جمله به شوکهای AT منهای L تا AT منهای L منهای Q بستگی داره. خب این AT منهای Q بزرگتر از AT منهای L و این دوتا پنجره جدا از همن و کوواریانس تک تک اینا با هم صفره. همون خاصیت پخشی کوواریانس اینجا ظاهر میشه و باعث میشه که کل جملات کوواریانس صفر بشن. خب بنابراین حافظه مدل وکتور مووینگ اوریج حد اکثر کیو گام زمانیه، بعد از اون کوواریانس ها صفرن، که این داره به ما میگه که ماتریس های کراس کوواریانس یا اوتو کوواریانس به زبان تک متغیره برای لگ های بیش از کیو صفرن. خب که این همین ویژگی اینجاست که این اتفاقا در واقع خیلی به ما کمک میکنه در تعیین کیو که راجبش صحبت خواهیم کرد در ادامه. و برای لگ های قبل تر از کیو هم باز با استفاده از همون خاصیت پخشی و همون طوری که گاما صفر ما به دست آوردیم میشه همچین رابطه ای رسید که خودتون با دقت بیشتر میتونید بهتر
اون رو متوجه بشیم. خب دقت کنید هر رابطه‌ای که در واقع هر ماتریس کوواریانسی که صفر بشه ماتریس کوریلیشنش هم صفر میشه، چون ماتریس کوریلیشن هم ماتریس کوواریانس بود تقسیم بر چی شده بود؟ اون انحراف معیارها شده بود. بنابراین ماتریس کوریلیشن هم برای لگ‌های بیش از کیو صفر هست. خب و اما دیگه مقدمات لازم رو گفتیم، میتونیم راجب فیتینگ یا برازش صحبت بکنیم. توی مدل سری زمانی تا اینجا متوجه شدین دیگه، در مدل قبلی هم که معرفی کردیم همینطور بوده. مسئله فیتینگ دو بخش داره، فیتینگ یا برازش در واقع میتونیم بگیم دو بخش داره که یکیشو حالا کتابش اسم رو میذاره ایدنتیفیکیشن، میتونیم در واقع ما ترجمه کنیم در واقع بخش تشخیص مدل. که یعنی چی؟ یعنی تعیین اون ابر پارامترها یا هایپر پارامترهای مدل. ابر پارامترها چی هستند؟ ابر پارامترها چیزایی هستند که شکل کلی مدل رو مشخص میکنن. مثلا در مدل مووینگ اوریج چی هن؟ این ابر پارامتر کیوه، کیوی ابر پارامتر. وقتی ایدنتیفیکیشن انجام شد، گام بعدی که میشه استیمیشن یا برآورد، برآورد پارامترها، در واقع میشه تعیین اون پارامترها. که مثلا در مدل مووینگ اوریج اون پارامترها چی هن؟ گفتیم اون تتا صفر، اون ماتریس های تتا یک تا تتا کیو هن و البته اون ماتریس سیگما هن. اینا میشن خود پارامترها. حالا در مورد مووینگ اوریج که الان میخوایم صحبت کنیم، هر دو گام رو باید انجام بدیم، هم ایدنتیفیکیشن هم استیمیشن. در مورد مووینگ اوریج ایدنتیفیکیشن گام ساده ایه به دلیل همین ویژگی اخیری که گفتیم، تعیین کیو در مدل مووینگ اوریج، وکتور مووینگ اوریج. یعنی شما میخواید دیتا رو بهتون دادن، میخواید ببینید چه کیوی برای این مدل مناسبه. ایده چیه؟ ایده اینه که میایم ماتریسای کراس در واقع کوریلیشن رو حساب میکنیم، ماتریسای همبستگی متقابل رو محاسبه میکنیم. اینو که محاسبه بکنیم، ما برای هر آیوجه یه نمودار میتونیم رسم بکنیم که نشون میده مثلا اون کوریلیشن بین مؤلفه آیوم و مثلا مؤلفه جیوم در هر لگ چقدره، و بعد بر اساس همون سطح معناداری که مثل حالت تک متغیر داشتیم، مثلا در سطح معناداری مثلا 5% شما به صورت 1.96 تقسیم بر رادیکال تی این سطح معناداری رو رسم میکنید، و بعد اون لگ هایی که از این بیشتر هستن و میگین اینا کوریلیشن های معنا دارن. خب اگه یادتون باشه گفتیم چند دقیقه پیش که گاما ال برای الای بزرگتر از کیو باید صفر باشه. در عمل هیچ وقت به دلیل وجود نویز گاما ال دقیقا صفر نمیشه، ولی نزدیک صفر میشه. چجوری میتونیم مطمئن شیم که صفره؟ وقتی معنادار نباشه، یعنی وقتی از اون آستانه معناداری پایین تر باشه. در نتیجه میایم ماتریسای کراس کوریلیشن رو برای هر آیوجی رسم میکنیم، برای هر آیوجی، و میبینیم که آخرین لگی که ما کراس کوریلیشن معنادار داریم چیه. اونو در واقع میگیریم همون کیوی که دنبالش هستیم. بنابراین کیو را بزرگترین لگی که همبستگی معنادار وجود دارد در نظر میگیریم. خب این پس شد نحوه تعیین کیو. پس شما تعداد زیادی نمودار
اتوکوریلیشن داریم دیگه، برای هر آیجه کادو تا نمودار اتوکوریلیشن داریم. همه اینا رو رسم میکنیم، برای هر کدوم از اینا بیشترین لگ معنادار رو در نظر میگیریم، در بین همه اینا ماکسیموم میگیریم، اون میشه کیوی که دنبالش هستیم. که اینجا فهم کنم یه مثالم شاید کتاب حل کرده باشه. آره مثلا کتاب مثالی که حل کرده به در واقع دو تا تایم سریز گرفته، یکی سهام شرکت آی بی ام، یکی سهام شاخص اس ان پی 500 که به نوعی شاخص بورس آمریکا هست. و این رو قبلتر تو مثاله قبلی اگه اشتباه نکنم کوواریانساش رو محاسبه کرده بود. بله اینجا در واقع در لگهای مختلف ما 4 تا نمودار کوریلیشن داریم. چرا؟ چون 2 تا تایم سریز الان داریم، آی بی ام و اس ان پی 500. این نمودار اول اتوکوریلیشن آی بی ام با خودشه، اندیس 1 و 1. اندیس 2 و 2 اتوکوریلیشن اس ان پی 500 با خودشه، اندیس 1 و 2 اتوکوریلیشن آی بی ام با اس ان پی 500 در لگ های مثبت، این هم اتوکوریلیشن اس ان پی 500 با آی بی ام در لگ های مثبت. و در واقع گفتیم چه رویه‌ای در واقع ما می‌خوایم الان کیو آر رو به دست بیاریم. گفتیم رویه‌مون چیه؟ ببینیم تا چه لگی کوریلیشن معنادار هست. ببینید کوریلیشن 0 که رو قطر همیشه 1ه، چون هر کسی با خودش کوریلیشنش 1ه، اما اینجاها اگرچه 1 نیست عدد بزرگیه، یعنی کوریلیشن 0 آی بی ام با اس ان پی 500 عدد بالاییه، مثلا نزدیک 6.7 هست. اما لگای بعدی خیلی کم میشه، مثلا اینجا هیچ کدوم معنادار نیست، اینجا مثلا یه دونه تو لگ 3 معناداره، اینجا یه ذره رفته بالاتر از 3، اینجا مثلا تو لگ 1 معناداره، حالا اینجا مثلا لگ 5 هم اگه در نظر بگیریم لگ 5 معناداره، اینجا هم لگ 5 معناداره، لگ 2 هم معناداره. بنابراین لگای معنادار 1 تا 5 در واقع هستن. بر اساس این میاد میگه که پس ما کیو رو باید بگیریم 5. پس مدل آیدنتیفای شد، یعنی مرحله تشخیص مدل انجام شد، کیو 5 شد و گام بعدی که میمونه استیمیت کردن اون ضریباست. یعنی حالا مدل مشخص شده دیگه، این تتا 1 تا تتا 5 رو بیایم مشخص بکنیم، تعیین بکنیم. توی این مثال بله در واقع مدل آیدنتیفای شد و ما هم دوباره همچین چیزی هستیم. البته اومده برای این که راحت تر بشه کار، فقط اون لگایی که معنادار بودن رو گذاشته، 1 2 3 5. لگ 4 چون تو هیچ کدوم از تابای کوریلیشن نبود، معنادار نبود و اصلا صفر گذاشته اینجا، میتونه صفر نذاره و فیتینگ رو انجام بده و ببینه که خود تتا 4 خود به خود صفر میشه یا نه. حالا پس بریم سراغ مرحله استیمیشن. پس این انجام شد، مرحله استیمیشن. تو مرحله استیمیشن کیو مشخص شده، ما فرم کلی شکل کلی مدل رو داریم، فقط میخواییم اون ضرایب رو تعیین کنیم. اینجا مثل حالت تگ متغیر از روش ماکسیموم لایکلیهود استفاده میکنیم و در واقع توی روش ماکسیموم لایکلیهود ما میایم بر اساس دیتای موجود لایکلیهود رو به عنوان تابعی از پارامترهای مجهول می نویسیم و بعد پارامترها رو طوری تعیین می کنیم که این لایکلیهود ماکسیموم بشه. این کاریه که در واقع همه پکیجایی که مدلای آرما رو پیاده کردن انجام میدن. و چون نکته خاصی نسبت به حالت تک متغیره نداریم اینجا که اضافه کنیم دیگه، بیش از این راجع به این روش ماکسیموم لایکلیهود صحبت نمی کنیم. و در نتیجه نکات اصلی که راجع به مدل مووینگ اوریج میخواستیم بگیم اینجا به پایان میرسه. خب فکر میکنم به دلیل
طولانی شدن این جلسه بهتر هست موضوع مدل‌های خودبرگشتی رو و ترکیبش با مدل میانگین متحرک رو توی ویدیوی جدایی عرض کنیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.